خیلی متشکرم. شما دیشب قراردادتون رو یک طرفه فسخ کردید با باشگاه نساجی مازندران و درخواست کردید که استعفا بدید از این تیم و حالا در باشگاه استقلال حاضر هستید. هواداران باشگاه استقلال این رو به معنای سرمربیگری شما در تیم آبی بدونن برای فصل آتی؟ بله، من دیشب استعفامو اعلام کردم از باشگاه نساجی و امروز هم رفتم سازمان لیگ فصلمو گرفتم. از یه طرف دیگه همکاری با باشگاه نساجی دیگه فعلا تموم شده است و مذاکراتی رو با باشگاه استقلال داشتیم. حالا انشالله در مجموع بتونیم یه جلسه دیگه هم عصری انشالله خواهیم داشت با هیئت مدیره، انشالله به جمع‌بندی برسیم و در مجموع که ما در خدمت استقلال باشیم. هنوز به اون جمع‌بندی آخر نرسیدیم، انشالله این اتفاق بیفته. الان تیم نساجی مازندران گفتن که ظاهرا شکایت خواهند کرد تو عصر امروز اگر که شما روی نیمکت این تیم ننگ چیدید به عنوان سرمربی برابر زباهن در دیدار دوستانه. بله، خب با توجه به بند قراردادی که من با باشگاه نساجی داشتم میتونن شکایت بکنن و به هر حال حالا بقیه مراحل، به هر حال من رو بحث رفاقتی که با باشگاه نساجی و دوستان مدیریت داشتم، خب اشتباه کردم، قراردادم رو نخوندم، ولی دوستان در حال بندی رو تو قراردادم گذاشته بودن و من به حال باید الان تاوان اون رفاقتم رو بدم و به باشگاه استقلالم اعلام کردم، گفتم بهشون اگه قرار باشه مبلغی برای رضایت‌نامه بنده داده بشه، چون من خودم اشتباه کردم رو بحث رفاقت، باید تاوانشو خودم بدم و انشالله که هر حال هر مبلغی قرار باشه من جریمه بشم اون مبلغ رو پرداخت میکنم تا بتونم هر حال حالا اتفاقات بعدی رو رقم بزنیم دیگه. خب قرارداد شما با باشگاه نساجی اینطوری که در رسانه اومده 1 میلیارد بوده و 4 برابرش حق فسخ هستش، درست؟ یعنی شما 4 میلیارد از جیب خودتون بدید؟ تقریبا نه، قراردادم کمتر از این بوده، 5 برابرش رو من باید پرداخت بکنم به باشگاه نساجی و انشالله باشگاه استقلال میگیریم میدیم به نساجی دیگه. آها، یعنی مبلغ قرارداد شما اون چیزی که باشگاه استقلال میگیرید برای فصل قراردادتون به نساجی میدید. وقت این وسط شما خودتون هم شمالی هستید، ما باید حق هواداران نساجی هم در نظر بگیریم، اونها الان در آستانه لیگ برتر تکلیف سرمربیگریشون چی میشه؟ ببینید بحثی که بوده، من اصلا تو اون قبل از اون شروع قراردادم، یعنی برج 10 و 11 که سال گذشته من باشون قرارداد بستم، مدیریت باشگاه به من این شکلی فرمودن که اگه قرار باشه شما بری از باشگاه استقلال پیشنهاد داشته باشی، ما نهایت همکاری رو میکنیم و این دستور رو حالا به ما دادن. این اواخر هم حتی به من گفتن اگه قرار باشه شما بری استقلال بهتون پیشنهاد بده، ما این همکاری رو میکنیم و شما میتونی مذاکره رو انجام بدی. یعنی من کار غیر اخلاقی نکردم، چون ما این بحث رو ما مطرحش کردیم از اولش و الانم به من گفته بودن، یعنی اگه به من میگفتن شما حالا یا بحث رفاقت یا هر بحث دیگه ای شما هیچ مذاکره ای با باشگاه استقلال نکن، من اگه از بارسلونم پیشنهاد داشتم چون حرف زدم رو حرفم میموندم، ولی خب دوستان حالا نه رو حرفشون موندن و نه الان به اصطلاح همکاری میکنن. به هر حال باشگاه نساجی هم این حق رو داره، طرفداراشون این حق رو دارن. ببینید من خدا رو شکر ما بازیکنایی رو که از دست دادیم، بازیکنای 6 میلیاردی 5 میلیاردی 3 میلیاردی، ولی من به مدیریت باشگاه هیچ گلگی نکردم، گفتم من تیمتون رو درست میکنم و خدا رو شکر یه تیم خیلی خوب و ارزون براشون بستم. یعنی تیمی که من براشون بستم، این قول رو به طرفدارای نساجی میدم، چه خودم اگه تو تیم بودم و چه دوستان دیگه ای بیان، هیچ نگرانی بابت تیم نداشته باشن، تیم میتونه یه رتبه خیلی خوبی رو کسب بکنه و بازیکنایی رو بستیم که سالهای بعد با این بازیکنها میتونن درآمدزایی داشته باشن. یعنی طرفدارای نساجی ناراحت هستن از من، ولی مطمئن باشن که تیمشون
با این تیمی که من بستم براشون سالهای سال تو لیگ برتر میمون. آیه فکری، پس با این تفاصیل شما دیگه قطعا به نساجی باز نخواهید گشت و سرمربی فصل آتی استقلال خواهید بود. توافق و قرارداد هم اینطور که شما فرمودید بعد از ظهر نهایی خواهد شد. به امید خدا، به امید خدا. پس شما، ما در شبکه خواهر اعلام میکنیم آقای محمود فکری سرمربی فصل آینده استقلال. انشالله که استقلال با شما به سر و سامون برسه. خیلی وقته که هوادار استقلال منتظر یه مربی خوب هستن، یه هیئت مدیره قابل هستن و یک مدیر عامل خوب. انشالله این تیم یک شکل خاصی به خودش بگیره، هواداران میلیونیش انشالله خوشحال بشن. الان آقای فکری میگن که میتونن که قراردادشون رو یک طرفه فسخ بکنن، البته خودشون اعلام کردن که باید یک ضرر زیانی بدن. قرارداد مربیان مثل قرارداد بازیکنان خواهد بود؟ شرایطش یعنی مشابهه؟ آیین‌نامه نقل و انتقالات ما قراردادهای مربیان و سایر عواملی که اجازه نشستن روی نیمکت دارن تابع مقررات نقل و انتقالات نیست و برمیگرده به مفاد قراردادشون با باشگاه و شروطی که بین اونها و باشگاه در قرارداد درج شده. بسیار خب، پس الان آقای فکری شامل این وضعیت بازیکن‌ها و شکایت‌ها و اینا میشن یا نمیشن؟ نظامه، بله، ببینید نظام حقوقی حاکم بر وضعیت مربیان تابع قراردادی است که با باشگاه بستن، یعنی ارزیابی و هر گونه قضاوتی در این مورد بر اساس قراردادی که بین باشگاه و مربی. خب بازیکن هم شرایطی مگه نداره جناب نورشاه؟ بازیکن هم خب باشگاه قرارداد می‌بنده، یه رقمی توافق می‌کنه، یه آپشنی می‌ذارن توش. بله، ولی ما یک مقرراتی داریم به نام مقررات نقل و انتقالات، در اون ضوابطی پیش‌بینی شده که اون ضوابط حاکم بر بازیکنان به طور خاص هست و وضعیت حقوقی مربیان همونطوری که عرض کردم تابع اون مقررات نیست، ولی قرارداد حاکم بر وضعیت اونها با باشگاه هست و توصیه همیشگی ما چه به بازیکنان چه به مربیان احترام به قراردادی که با باشگاه منعقد کردن هست. یه سوال، اگر که آقای فکری الان خودشون گفتن که باید حالا اون ضرر زیان و باشگاه رو پرداخت کنن، یه سیفی ما بین فرموده شما ایشون و باشگاه هستش، آقای فکری اگه اصلی با استقلال به توافق نهایی برسه و بیان بخوان قراردادشون رو ثبت کنن، شما مانعی دارید براش؟ به هیچ وجه، یعنی ایشون میتونن قراردادشون رو با استقلال ثبت کنن؟ بله، ببینید بعد خودشون مشکلشون رو با نساجی حل کنن. بله بله، اگر توافق جدیدی صورت بگیره بین ایشون یا هر مربی دیگری فرقی نمی کنه با اون باشگاه سابق، معنیش اینه که اون باشگاه سابق در حقیقت از حقوق قراردادی خودش صرف نظر کرده با هر شرایط جدیدی و میتونن به باشگاه جدید ملحق بشن. بسیار عالی، پس محمود فکری برای پیوستن باشگاه استقلال مشکلی نداره، بعد مشکلش رو باشگاه نساجی حل بکنه. اگر هم که باشگاه نساجی بخواد شکایت بکنه به شما باید شکایت بکنه یا باید شکایتش رو مجمع بین‌المللی ببره؟ نه، نزد کمیته وضعیت فدراسیون میتونن طرح دعوا کنن. البته امیدوارم که با توافقی که این تو این عبارت آخر جمله شما بود با مصاحبه با ایشون، این توافق انجام بشه و همه چیز با خیر و خوشی و بدون نیاز طرح دعوا به پایان برسه. انشالله که استقلال از این نقل انتقال منتفع بشه. باشگاه پرطرفدار نساجی مازندران هم که یکی از واقعا پرشورترین هوادارا داره متضرر نشه و اونها هم همونطور که آقای فکری گفت تیم خوبی رو داشته باشن برای فصل آینده.